چشم من به چشم تو چه پیامی دارد از چه میگوید، بی صدا و بی خروش سخن از رازی پنهان با تو میگوید. تو نگاه کن بر چشمم چه پیامی دارم، چه سخنها دارد عشق با تو میگوید. به کوی حیرتم کشید و پرپرم کرده، ندایم به من کن، حلقایم بر وجود و گردن اومد از تو، حلقای مهربونی حلقه دام ساقی جان، پر کن آن ساغر زرین را، آن راه زن دل را وین راه بر دین را، زنمی که ز دل خیزد با روح در آمیزد، مخمور کند جوشش هر چشم خدابین را. آن باده انگوری، این باده انگوری مر امت عیسی را، وان باده منصوری مر امت یاسین را. خمهاست از این باده، خمهاست از آن باده، تا نشکنی این خم را هرگز نچشی آن را. این باده بجز یک دم هرگز مبرد غم را، هرگز مکند کین را. یک جرعه از این ساغر کار تو کند چون زر، جانم به فدا بادا آن ساغر زرین را. به نام خداوند رحمان و رحیم و با سلام و درود خدمت همه هموطنان عزیزم،
در سر تا سر دنیا. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. با یکی دیگه از برنامه های نجات با حلقه در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالی پیش اومده بود که حالا نجات با حلقه، حلقه یعنی چی؟ اصلا نجات با حلقه یعنی چی؟ عرض کنم خدمت سروران گرامی که نجات، خب کلمه نجات مشخصه، رهایی از اسارت، نجات از جهل. ببخشید. اما نجات با حلقه، حلقه به نوعی تسهیلات رحمانیته. از اونجایی که استراتژی حرکت عرفان حلقه بسم الله رحمان رحیمه، بسم الله یعنی به نام همه تجلیات او، رحمانش یعنی حلقه های رحمانیت، و رحیمش یعنی ضمانت مرگ و جهنم. حلقه های رحمانیت به نوعی تسهیلات حرکته. تسهیلات حرکت به سمت چی؟ الیه راجعون شدن. و این تسهیلات حرکت بر پله عشق، از اونجایی که انسان دائما با دو پله عقل و عشق سر و کار داره، تسهیلات حرکت بر پله عشق استوار هست. پله عقل بهش میگن پله ابزار، و پله عشق رو بهش میگن بدون ابزار، دنیای ابزار، دنیای بدون ابزار. یعنی به نوعی قراره که پا روی پله عشق بذاریم، پا در دنیای بی ابزاری بذاریم. دنیای عشق رو بهش میگن دنیای دل، و با قرار گرفتن در دنیای عشق توسط تسهیلات رحمانیت دیگه نیازی به زور زدن نیست. و در دنیای عشق داستان متفاوته دیگه، مثل عقل نمیگه دو دوتا چهارتا، فقط میشه چهارتا. اگر خدا بخواد دو دوتا پنجتا میشه؟ بله که میشه، چرا که نمیشه. همه معادلات رو در کسی از ثانیه در پله عشق میشه برهم زد. میگه گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون شو، کس و من وار هستم امروز. پس نجات با حلقه، منظور حلقه، حلقه های رحمانیته که رفته رفته زمانی که بینش ها رو بیشتر دریافت میکنیم با تسهیلات رحمانیت بیشتر آشنا میشیم. مثلا توی کلیپ قبلی صحبت از همفازی کیهانی شد، صحبت از همفازی با زمان شد، صحبت از همفازی کالبدی شد که توضیحات مختصری در رابطه با کالبد، همفازی کیهانی و همفازی با زمان ارائه کردیم. اما همفازی کالبدی رو گفتیم اجازه بریم برای بعدها که مقدار بینش بیشتری به دست آوردیم، دونه دونه همه اینا رو خدمت شما عزیزان توضیح میدیم. اما شاید سوال پیش بیاد که این همفازی کیهانی چجوری انجام میگیره. بله، ما فقط بینشش رو گفتیم. نرسد کس به توانای خیش، الا تو چراغ رحمتش داری پیش. بینش ها داره اینجا عنوان میشه، مطرح میشه. کتاب بینش انسان نوشته استاد عزیز آقای محمد علی طاهری خدمت شما عزیزان قرائت میشه. اما رفته رفته اشتیاقی در شما ایجاد میشه، کلید میخوره که من هم دوست دارم همفازی کیهانی رو تجربه کنم، من هم دوست دارم به نوعی همفازی با زمان رو تجربه کنم. چه جوری؟ آخه سخته. یا شاید خیلی بگن ما این بینش ها رو داریم، اما چه جوری باید اینها رو داشته باشیم؟ عرض کردم خدمتون یواش یواش بریم جلو، اون تلنگر، اون اشتیاقی که در شما ایجاد بشه، میگن جوینده یابنده است. خیلی راحت میتونید توی سایت آکادمی طاهری برید سرچ کنید، مباحث نظام قدیم رو داشته باشید و یا آکادمی رو خیلی راحت میتونید ثبت نام کنید و از تسهیلات رحمانیت برخوردار بشین. در
برهه از زمان قرار گرفتیم که شاهد بودید با اومدن ویروس کرونا، تمام علم و تکنولوژی با تمام امکاناتش نتونستن یه دارویی برای این ویروس کرونا داشته باشن. و همینطوری که میدونید از اونجایی که هستی نسبت به هر عملی از خودش یک عکس العملی نشون میده، نسبت به هر کنش یک واکنش از خودش داره نشون میده، همینجوری جهان رو که داریم می‌بینیم جنگ و خونریزی و بکش و بکش، یعنی تشعشعات منفی کل هستی رو داره دربر میگیره، هستی داره آلوده تر میشه و ویروس های دیگه از هاگ خودشون میزنن بیرون. اونجاست که باید بگیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، به درستی که پیروزی از آن خداست و خواهیم دید که مردم فوج فوج به مرام خدا روی میارن. و از اونجایی که به حال هر کسی توی زندگیش اگر چیزی رو به دست آورده و ازش لذت برده، زمانی که مخصوصا روی پله عشق قرار گرفته باشه، دوست داره این رو هم به دیگران ارائه کنه. و پیشنهاد من به شما عزیزان اینه که هرچه سریعتر خودتون رو مجهز کنید به این تحصیلات رحمانیت، که وقایع سختری، شرایط سختری پیش رو هست، که اگر این تحصیلات رحمانیت رو داشته باشید هم به فلسفه خلقت خودتون پی میبرید، هم اونجوری که باید شاید دیگه زور زدن نمیخواد، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حلقه های رحمانیت جاریست تا کی چنگ بزنه و متفرق نشه جای دیگه نره، چون این عرفان کیهانی حلقه یک عرفان کاملا عرضم حضورتون که ایرانی است و از هیچ مکتب خاصی اقتباس گرفته نشده. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. حالا که هست بنده پیشنهاد میکنم که هرچه سریعتر خودتون رو مجهز کنید تا با مطالب ما و نجات با حلقه هم بیشتر آشنا بشید و پی ببرید که ایداد ویداد تحصیلات رحمانیت تا به امروز در اختیار ما بوده، ما کجا بودیم؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. خب میریم دنبال میکنیم قسمت دوازدهم فکر میکنم باشه، قسمت دوازدهم کتاب بینش انسان نوشته استاد عزیز آقای محمد علی طاهری رو. این بخش در رابطه با صلح با خوده. حالا اگر توضیح مختصری بخوایم بدیم، گفتیم زمانی که انسان با هستی همفازی نداره، همگام نیست، همسو نیست، یه سری به هم ریختگی ها و اختلالات شعوری در وجودش ایجاد میشه و یه سری بیماری ها رو هم دریافت میکنه و به خاطر عدم بینش درست و عدم صالح بودن حرب با خدا دیگه نمیدونم و خیلی هم مسائل دیگه برای خودش رقم میخوره. بعد اومدیم گفتیم که انسان صالح، عدم شناخت، فهم، درک صالح بودن. صالح بودن خیلی ها فکر میکنن که کار نیک انجام دادن، صرف انجام کارهای نیک انسان به جایی نمیرسه. شاید خیلی ها الان این حرف رو زدیم بگم آقا ما تمام طول عمرمون رو کارهای خوبی انجام دادیم، خب منتی نداره که. شرح وظیفه شما این بوده که کار بد انجام ندید. مثلا یکی بگه من تا حالا دروغ نگفتم، خب شرح وظیفت رو انجام دادی، کار بزرگی انجام ندادی. یکی باید بگه من به بچه هم خوب سرویس دادم، خب شرح وظیفتون رو انجام دادی. چه منتی قرار نیست گردن خودتون و خدای خودتون یا کسی دیگه بذارید. که منظور از صالح بودن اینه که انسان به صلح برسه، به مقام صالح برسه، صلح با خودش، صلح با هستی،
صلح با عرضم حضورتون که خدا و صلح با دیگران، که امروز صلح با خود رو ما اینجا قرائت میکنیم و اگر نیازی به توضیح داشت بنده در خدمت شما هستم و توضیحات لازم تو این زمینه رو ارائه میکنم خدمتون. بنده دارم اینجا درس پس میدم. عرض کردم خدمتون که انقدر صریح و واضح آقای طاهری آمی توضیح دادن، مطالب رو جمع‌آوری کردن، گردآوری کردن که همه اقشار به راحتی بتونن مطلب رو درکش کنن. خب بریم برای عرضم حضورتون که قرائتش. صلح با خود. انسان هنگامی به صلح با خود میرسد که به جایگاه خیش در هستی پی برده، به خودشناسی رسیده باشد و بتواند بر اساس این آگاهی مدیریت سالم و پویایی برای قوای فردی خود اعمال کند. برای فهم بهتر این موضوع لازم است که انواع تضاد با خود مورد بررسی قرار بگیرد. زمینه اصلی تضاد با خود و هر نوع تضاد دیگری دو قطبی بودن وجود انسان است که امکان آزمایش و رشد او را فراهم می کند. هر انسانی دارای دو دست عوامل و گرایش های مربوط به کمال و ضد کمال است که همیشه در وجود او بودند و خواهند بود، در صورتی که تمایلات ضد کمال کنترل و مهار نشوند، عوامل درونی ضد کمال فعال میمانند و در حقیقت صلح با خود اتفاق نمیافتد. یه توضیحی اینجا خدمت شما بگم. این که میگه صلح با خود، میگه انسان زمانی به صلح با خودش میرسه که به فلسفه خلقت وجود خودش و خودشناسی خودش نائل شده باشه و متوجه بشه که وجود خود انسان هم از تضاد، از دو قطب کمال و ضد کماله و گرایش های این دو همیشه هست، به سمت کمال بخوای بری یا به سمت ضد کمال، و این در وجود انسان است. اگر به سمت کمال بخوایم بریم، یه مثالی زدیم، گفتیم یک فنر رو که قطب منفی و قطب مثبت داشته باشه، از قطب مثبت که بخوای بکشیش این طرف مقاومت میکنه و اجازه نمیده که خیلی راحت شما به سمت مثبت بری، و همچنین برعکس اگر گرایش به سمت منفی باشه، از این طرف از سمت مثبت مقاومت هست که اجازه نمیده و این فنر به نوعی گرایش و اشتیاق وجودی شما رو داره میسنجه، به یه جایی میرسه که انقدر کشش این ور زیاده که این ور رها میکنه، میگه به مخلصین پیوست. مخلصی یعنی خلاص شدگان دیگه، ختم الله شد دیگه. حالا اگر از این ور باشه، این ور کشش به سمت منفی باشه، این ور میگه مخلص شد دیگه، ختمش شیطان شد. اینه که انسان اون اشتیاق درونی که داره عاملش میتونه اون کمال و ضد کمال باشه، دو قطبی بودنش هست. یک نوع دیگر از عوامل اصلی تضاد با خود، هر یک از گرایش‌های چندگانه است که مربوط به نرم افزار بنیاد بوده، از بد و تولد با انسان همراه است. منظور از نرم افزار بنیاد طینت و سرشتی است که نوزاد از بد و تولد با خود همراه دارد. در هر فردی ممکن است یکی از این گرایش ها و واکنش مربوط به آن بارستر باشد، که خود این مسئله باعث ایجاد تضادهای درونی می شود.
اشاره به نرم افزار بنیاد میکنه. انسان همچین که به دنیا میاد، ما یک من برنامه ریزی شده داریم، یک من برنامه پذیر داریم. من برنامه ریزی شده مثل لپتاپ مونه که شما رفتین خریدین، یه سری برنامه ها روش ریخته شده، یه سری برنامه های ثابت داره. اما بعد از اینکه این لپتاپ باز میکنید، یه سری برنامه هم خودتون بهش اضافه میکنید و ازش بهره برداری میکنید. من برنامه ریزی شده یکی از این برنامه های نرم افزاری بنیاده که همون سرش و تینت انسان رو در بر میگیره و اونجاست که در بعد تولد همراه انسان هست و اینجاست که انسان اختیار میکنه که کمال رو گرایشش به سمت کمال باشه یا به سمت ضد کمال باشه، که خود این مسئله باعث ایجاد تضادهای درونی میشه. خوب، بد، زشت، زیبا، دروغ گفتن، دروغ نگفتن و موارد دیگه. این مجموعه شامل عزلت طلبی، برتری طلبی و مهر طلبی است که به ترتیب رفتارهای واکنشی، گریزجویانه تهاجمی و سازش کارانه را ایجاد می کنند. فرد عزلت طلب تمایل دارد که از هر مزاحمتی دور باشد. به همین دلیل با کمترین مزاحمتی دچار آشفتگی درونی می شود. گرایش و تلاش فرد برتری طلب این است که دیگران را تحت قدرت خود در بیاورد. بنابراین وقتی با کسی مواجه می شود که این سلطه را نمی پذیرد، شکست می خورد و سرخورده می شود. خیلی قشنگ اشاره کردن، مثال زدن. فردی که عزلت طلبه، یه فردی که قدرت طلبه. حالا اون که عزلت طلبه دوست داره که همیشه تنها باشه، از مزاحمت ها دور باشه. وقتی توی شرایطی قرار میگیره و احساس میکنه که اون تنهایی رو نداره، به هم ریختگی براش به وجود میاد و عامل بیماریش میشه. حالا یکی هم از قدرت طلبه، دوست داره که هر چی میگه همه بگن باشه، همه تحت تسلط اون باشن، که اگر این اتفاق براش نیفته و اون اشخاصی که ایشون دوست داره بهشون تسلط داشته باشه بهش به نوعی باج ندن، حالش خراب میشه و احساس سرخوردگی و شکست بهش دست میده. نقطه ضعف فرد مهرطلب نیز این است که دوست دارد همواره مورد توجه و محبت دیگران باشد. به دلیل همین نیاز است که هر نوع بیمهری او را دگرگون میکند و در اثر احساس کمبود محبت دچار به هم ریختگی می شود. نکته مهم این است که در یک شخصیت سالم از نظر روانشناسی بین این سه تمایل و واکنش های مربوط به آنها تعادل برقرار است. معرفت و آگاهی، همفازی کیهانی و به دنبال آن اصلاح بینش ها به ایجاد این تعادل کمک می کند. پس اشاره به شخص عزلت طلب، اشاره به شخص قدرت طلب و اشاره به شخص مهر طلب، یعنی نرم افزار رو دارن که این اتفاق براشون میفته. مهر طلب میگن انسان گداست. انسان گداست، چجوری گداست؟ گدای محبته. حالا اونی که مهر طلبه همش دوست داره که ازش تعریف بکنه، هی دوست داره که بهش محبت بشه. حالا اگر یه جا برهش محبت نشه، به هم میریزه، اصلا داغون میشه. لذا این سه همیشه در تقابل و تعادل برای یک انسانی که بینش‌های کاملی داره، دیگه نمیدونم، از یک تعادل ذهنی و روانی خوبی برخورداره، این نرم افزارش در یک تعادلی هستن و عاملی نمیشه که باعث به هم ریختگی شخص بشه. به عنوان مثال ما انسان‌های افرادی داریم که به بلوغ رسیدن، بلوغ عرفانی. بلوغ عرفانی میگه که نیازی به تعریف و تمجید ندارم. اگه یه جای کاری کرد، ازش تشکر کردن، نکردن حالش خراب نمیشه. یه جا رفت، بهش محبت کردن، نکردن حالش خراب
نمیشه. اینه بهش میگن بلوغ عرفانی، که بر اثر یه سری بینش ها و ادراکات این جا افتاده براش و نهادینه شده در وجودش. بله، نقش معیارها و بینش های فرد در تضاد یا صلح با خود نه تنها در مورد این ویژگی های مربوط به بنیاد اهمیت دارد، بلکه تجربه نشان می دهد که در انواع دیگر تضاد با خود نیز ناآگاهی، معیارهای غلط و بینش های نادرست دلیل عمده نابسامانی هستند. به نمونه های از این تضادها اشاره می شود. در صورتی که فرد آمادگی و روبرو شدن با تضادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را نداشته باشد، در هنگام مواجه شدن با آنها به راحتی تعادل درونی خودش را از دست می دهد و در اصطلاح دچار تضاد با خود می شود. در شرایطی که انسان نمی تواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد و از این بابت احساس درماندگی می کند، هم در هنگام انتخاب دچار به هم ریختگی می شود و هم در صورتی که انتخاب او به نتیجه مطلوبی نرسد از تضاد با خود رنج می برد. اگر بین عمل و اندیشه کسی تطابق و هماهنگی وجود نداشته باشد، کمترین آسیبی که خواهد دید افزایش فشارهای درونی است که در نهایت منجر به بیماری‌های روان‌تنی خواهد شد. یکی از انواع تضاد عمل و اندیشه همان رفتارهای دوگانه است که در کتاب انسان از منظری دیگر به آن اشاره شده است و طی روند توضیح داده شده و در این کتاب منجر به بیماری روانتنی می شود. این فشارها نشانه تضاد با خود هستند. بنده یه توضیح مختصری اینجا بدم خدمتون. همونجور که اشاره کردن گفتن در کتاب انسان از منظری دیگر بهش اشاره شده، اینکه رفتارهای دوگانه ما، ما یک من ظاهری داریم، بنده که دارین رعایت میکنید این من ظاهری بنده است، یه من داریم، یک من باطنیه، یعنی یک رفتار ظاهری داریم، یک رفتار باطنی داریم که زمانی که طرف نتونه تعادل درونی و بیرونی خودش رو تطبیق بده با هم دیگه، میاد رول بازی میکنه، نقش بازی میکنه، تظاهر میکنه و یا تحمل میکنه. این تظاهر کردن یعنی رفتار بیرونیش با رفتار درونیش با هم دیگه همخونی نداره، یکی نیست. به عنوان مثال مهمونی گرفته خانوم، چند نفری رو دعوت کرده، یهو میبینه یه نفر دیگه اومد که اصلا این خانم دوست نداره ایشون رو ببینه، میگه اینو چی دعوت کرده بود بیاد اینجا. اما چیکار کنه، جلو اون همه مهمون نمیتونه بگه خانم از اینجا برو بیرون، که میاد جلو میگه سلام علیکم، حال شما چطوره، خیلی خوش اومدین، صفا آوردید، مجلس ما رو مزین کردی، به کلبه درویشی ما قدم گذاشتی، خیلی لطف کردید. حالا تو دلش میگه من اینو یه جا بگیرم خفش میکنم. یعنی این رفتار درونی و رفتار بیرونی همخونی نداره و از اون جایی که دنیای درون ما دنیای بیرون ما رو میسازه، اینه که درونش پر از کینه و نفرت و تنفر و انزجاره و باعث میشه که این تظاهر و یا این تحمل و یا این سازشی که اون لحظه با خودش داره، یا من فقط اینو یه جا گیرش بیارم، من میدونم باید چیکار کنم، و تظاهر داره میکنه که از دیدنش خوشحال شده، این باعث میشه که
تضاد درش وجود بیاد و عامل بیماری این شخص میشه. کسانی که دچار خودشیفتگی هستند به ظاهر در صلح با خود به سر میبرند، اما خودشیفتگی ضربه پذیری فرد را بسیار افزایش میدهد. بنابراین برخلاف تصور این افراد، دچار تضاد درونی شدیدی هستند. کسانی که فاصله زیادی بین وضعیت واقعی و شخصیت ایدئال خود می‌یابند، دچار تضادی هستند که حتی ممکن است به دلیل آن و در اثر واکنش دفاع روانی به جنون کشیده شود. بسیاری از کسانی که در مراکز مراقبت‌های روانی به سر می‌برند و علاقه‌مند به ایفای نقش شخصیت‌های خاص علمی، نظامی و غیره هستند، دارای همین سابقه‌اند. اضطراب، آشفتگی این افراد باعث واکنش دفاع روانی و منجر به این اختلال می‌شود تا هر کدام از آنها خود را در قالب شخصیت ایدئال و مورد علاقه خود بیابند و باور کنند که به طور واقعی خود آن شخصیت هستند. در واقع من مدافع که همون مسئول باشه، واکنش دفاع روانی با هماهنگی مدیریت سلول و بدن بخشی از کالبد ذهنی ارتباط بین من مجری و من ایدئال را قطع می‌کند و فرد خود را همان من ایدئال می‌بیند. قضیه این که من امام زمان هستم و من ایدئالش این رو داره انتخاب می‌کنه. برای مثال ممکن است در تیمارستان فردی را ببینیم که ادعا دارد سرباز امام زمان عجل الله است. در مورد چنین فردی گفته می شود که مشاعرش را از دست داده است. نمونه های دیگر تضاد با خود نیز به همین موارد شباهت دارند. به هر حال عوامل تضاد که در هر یک از این نمونه ها ذکر شد موانعی بر سر راه صلح با خود هستند و برای کنترل و مدیریت همه این عوامل آگاهی و درکی لازم است که بتواند انسان را به خودشناسی وسیع و عمیق برساند. پس احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، چون که هر دم راه خود را میزنم، موج لشکرهای احوالم ببین دیگر در خون چنین جنگ گران با دیگر کس سازگاری چون کنم. هر یکی با دیگری در جنگ و کین، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. در مجموع انسان امکان تضادهای مختلفی در وجود خود دارد که برخی از آنها عبارتند از تضاد بنیادی خیر و شر، تضاد اولیه‌ای که در بنیاد با انسان متولد می شود، مهرطلبی، عزلت طلبی، برتری طلبی، تضاد من مجری یا من ایدئال، تضادهای عمل و اندیشه. در اوتای تضادهایی که اشاره داره می کنه، این تضادها برنامه های نرم افزاری هستن که برنامه ریزی شدن و زمانی که انسان به دنیا میاد اینا با انسان هستند. یعنی ما برنامه نرم افزاری خیر داریم، برنامه نرم افزاری شر داریم. در تا تضاد اولیه که در بنیاد با انسان متولد میشه، مهرطلبیه، عزلت طلبیه، برتری طلبیه، اینا هست که فعالم هستند. من مجری با من ایدئال که هر کسی برای خودش توی زندگیش یک ایدئالی رو در نظر گرفت و یک من مجری داره که اون من ایدئالش رو براش رقم بزنه. و اگر عرضم حضورتون که
اون خودشیفتگی بیش از حد در انسان فعال باشه، به خاطر شکستهایی که میخوره جنون بهش دست میده و میبینین که اون من موجی رو رها میکنه، میچسبه اون من ایدئالش که مثالش رو هم زدیم که توی تیمارستان ها الان خیلی ما هم سربازان امام زمان داریم، هم عیسی مسیحا داریم و هم امام زمان های متفاوتی داریم، انواع اقسامش هست که اگر انسان نتونه کنترل کنه این رو، باعث به هم ریختگی های بسیار زیادی برای انسان میشه. بله، تضادهای عمل و اندیشه که توضیحاتش رو خدمت شما عزیزان داد. خب این هم یکی دیگه از قسمت‌های کتاب بینش انسان بود، امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. بنده پیشنهادی دارم خدمت شما عزیزان، همونطور که در ابتدای این کلیپ پیشنهاد کردم که هرچه سریع‌تر خودتون رو مجهز کنید. ببینید یکی از بزرگترین رخدادها و یا رویدادهای تاریخ بشری جنگ‌های تشعشعاتی است. حالا جنگ‌های تشعشعاتی نیستش که لیزر بگیرن همدیگر رو از راه دور بزنن. تشعشعات وجودی انسان، انسان‌های کمال طلب، انسان‌هایی که دارن ظلم می‌کنن، انسان‌هایی که گرایش به ضد کمال دارن و انسان‌هایی که گرایش به کمال دارن، تو طول تاریخ شاهد این بودیم که خیلی از اینا دائما دنبال افراد معرفت پژوه و آزاد اندیش که گشتن و اینا رو پیدا کردن و خیلی از پیامبران مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن. یعنی این جهان دو قطبی دارای دو شبکه است، شبکه مثبت، شبکه منفی، و این جنگ تشعشعاتی همچنان هست. حالا نه اینکه کمالجویان همیشه دنبال خیر هستن، کسی که تمام وجودش عشق خیره نمیتونه بعد کسی دیگر رو بخواد، لذا تشعشعاتی که وجودش ساده میشه مثبت. اما از این ور که شر هست، چون وجودش شره و فقط شر ارائه میکنه، خیری درش نیست. خب تشعشعات منفی، حالا اینایی که این ور هستن تسهیلات رحمانیتی دارن که مسون میشن از این تشعشعات منفی. اینایی که در شبکه منفی هستن بهره برداری میکنن تشعشعات مثبت، که عده خیلی کمی این ور هستن اما با کیفیت خیلی بالایی، و عده خیلی زیادی در شبکه منفی هستن با کیفیت پایین. این جنگ تشعشعاتی هست عزیزان، لذا پیشنهاد میکنم یا این ور رو انتخاب کنید یا این ور، چون اونایی که این وسط هستن و بی طرف هستن آسیب بیشتری بهشون میخوره. و از اونجایی که همه ایرانی هستیم، اعضای یک خانواده هستیم، حالا نه که ایرانی باشیم، تمام به یکی میگن اهل کجایی، میگه اهل زمینم، به یکی میگن اهل کجایی، خودشو فقط انحصاری اهل مثلا ایرانم، یکی هست میگه من اهل کیهان هستم، این یکی میگه اینتر یونیورسال هستم و متعلق به کل کیهان هستم. پس برای اعضای مجموعه عرفان کیهانی با توجه به آموزه های استاد عزیز آقای محمد علی طاهری، چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. و نجات جمعیه و ما دوست داریم که همه اقشار، چون رحمت الهی انسان شموله، ما میخواییم که تمام مردم دنیا با این تحصیلات رحمانیت آگاهی پیدا بکنن و بهره برداری بکنن و مسئول باشن و در امان باشن و در امان باشن از این حلقه.
به خاطر همین پیشنهاد میکنیم که حالا که با زبان خیلی فارسی روون داریم بهتون میگیم، برید خودتونو مجهز کنید، یعنی بیشتر به شما داره میرسه، چون راحت‌تر میتونیم مسائل رو برای شما توضیح بدیم تا اینکه بخوایم زبان بیگانه ای رو فرا بگیریم و افرادی رو بخوایم پیدا بکنیم و این مسائل رو بخوایم براشون توضیح بدیم. زمان بره، هرچند خیلی از عزیزان در مکتب عرفان کیهانی حلقه در روح جمعی کل جهان هستی فعالیت هایی میکنن و مانند شهری هستن که در تپهی بنا شده و نور خودشون رو به کل دنیا دارن پخش میکنن، این هست، اما شما که دیگه با زبان ساده داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، پیشنهاد بنده اینه که هرچه سریعتر در این میدان جنگ خودتون رو مجهز کنید تا بتونید به نوعی شما هم طبق این نجات با حلقه، این برنامه نجات با حلقه، نجات دهنده حداقل قوم خودتون باشید، عزیزان خودتون باشید، خانواده خودتون باشید، شما هم بتونید از این تحصیلات رحمانیت بهره برداری کنید و از روزی آسمانی خودتون هم برای دیگران انفاق کنید. چه می شد خارها را یاز کردن، صفا را بینشان احساس کردن. تو پرسیدی بگویم زندگی چیست، دو واحد عاشقی را پاس کردن. که به امید خدا رفته رفته با این مباحث، با این بینش ها بیشتر آشنا بشیم، بریم جلوتر، یو در یک جای قرار می گیرید که می بینید که میگه منم مستی و خیلی قشنگ میگه منم مستی و اصل من می عشق. بگو از می به جز مستی چه زاید؟ منم مستی و اصل من می عشق. بگو از می به جز مستی چه زاید؟ میگه من می عشقم، من شراب عشقم. وقتی میه پیش من به جز شراب عشق من چیزی دیگه نمیتونم به تو بدم. زور زدی تا اینجا اومدی، میگه خدا به من خونه بده. میگه با من جنسم عشقه، من عشق میتونم بدم. خدا به من ماشین بده، میگه من عشق، من فقط میتونم عشق عرضه کنم که تو یک قطره از این عشق دنیایی هست، یه قطره از این عشق تمام وجودتو دگرگون میکنه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اینه که تو اون پله قرار بگیرید، تمایل این که منم جنسم از جنس خداست، پس خدایی که میگه رحمان و رحیم تمام قابلیت ها رو به بنده داده، من هم میتونم از این قابلیت ها بهره برداری کنم. چرا باید دست نیاز، دست التماس و گدایی جلوی دیگران دراز بکنم و بخوان به من اهانت بکنن یا تعرض و دست درازی بخوان بکنن؟ همه چیزو خداوند رحمان، یعنی نهایت رحمانیت خداوند، چقدر بخشنده است، بی نهایت. وقتی من میگم خدا اینو به من بده، من در جایگاه خدا اگه بایستم میگم نگاه کن، من همه چی رو بهش دادم، به من میگه اینو به من بده. وقتی میگه اینو به من بده، یعنی که من انعکاس رحمانیت نداشتم و خیلی چیزا رو برای خودم نگه داشتم و بهش ندادم. میگه من همه چی رو به تو دادم، تو باید بری بگردی تو خودت پیدا کنی. گر به خدایی به خدا میرسی. ای آنان که به دنبال خدایید، به خدایید که خدایید. و وقتی هم رسیدیم جز عشق چیزی دیگه نمیده، چون ما حامل عشق هستیم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره ایفا به نام من بیچاره زدن، عشق رو دادن به ما، ما حامل عشق شدیم. بده تا منم بدم بره، بده تا منم بدم بره. خب امیدوارم که
تونسته باشه نظر شما عزیزان رو با این برنامه جلب کرده باشیم. بیش از این وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. اگر تمایل داشتید کانال ما رو هم به دیگران معرفی بکنید. کانال عرضم حضورتون که یوتیوب ما رو هم برای حمایت از خودتون لایک و یا سابسکرایب بکنید تا ما هم بتونیم بیشتر زمان برای با کیفیت تر شدن این برنامه ارائه بکنیم خدمت شما عزیزان. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. همه شما عزیزان رو به خداوند رحمان و رحیم می سپارم و تا درودی دیگر بدرود. آروم آروم شده بجان فکن، آروم آروم مهرت همچون کمن، برگردنم هر غزر آتش به جان و دل زد، تموم شده سر من، دستم بگیر جان من، در حسرت روی تو از تمنای تو عمرم به سر شد، ببین پرده ز رویت بکن، مردم از هجرت از غم رویت، سوخت بدین عاشق تو از فراق تو، مردم از هجرت از غم رویت، سوخت بدین عاشق تو از فراق تو.